منطقه داغ. مخاطب ما ده ها بار سوال کرده که در مورد آذربایجان برنامه بذارید، علیف چه کار میخواد بکنه، علیف داره غلط زیادی میکنه و به علیف حمله کنیم. احساسات تو حد زیادی به نظر من قابل احترام ملی‌گرایانه رو تحریک میکنن در مورد آذربایجان و اینکه به نظر میاد که تا جایی که آذربایجان رو به عنوان نقطه اولیه و کانونی سیاست ایران مطرح میکنن و ایران رو هم در اینجا ضعیف، زبون و بازنده مطرح میکنن. نگاه شما به این قضیه چیه؟ خب بله، این بحث بسیار بحث آذربایجان، بحث علیف، بحث ترکیه بسیار بحث داغیه، تقریبا از بحران قره‌باغ 2020، جنگ قره‌باغ 2020، خب بسیار این بحث داغ بوده. من میدونم عزیزانی که الان دارن برنامه رو نگاه میکنن شاید ده ها صد ها هزاران تحلیل در این موضوع خوندن، برای همین من از ابتدا وارد نمیشم. من امشب با اجازه آقای علیزاده میخوام یک روایتی بالاتر، بزرگتر، اصطلاحا تو روابط بین الملل از سطح تحلیل کلان و منطقه‌ای استفاده کنیم و از نگاه درون به بیرون خارجی، نگاه ملی خارجی، و بیایم از در پیکچر روابط بین الملل بهش نگاه کنیم. با همین گزار و شبکه شروع میکنم و میرسم به آذربایجان. ببینید وقتی گزار داره صورت میگیره، اینو رابرت گیلپین در 80 میلادی گفت، گفتش که آمریکا وقتی بیاد پایین دوچار افول بشه، اصطلاحش ظهور و افول هژمون هاست و ابرقدرت ها. وقتی این داره میاد پایین، رقیبانی که دارن میان بالا برای این خطرن دیگه، چون این از هژمونی میفته، این ممکنه بشه هژمون. الان چین رقیب اینه که هژمون بشه 10 سال دیگه، 20 سال دیگه. من اعتقاد دارم این اتفاق نمیفته، ولی خب بالاخره کپاسیتیشو داره، بالقوه این احتمالش هست، ظرفیتشو داره. بله ظرفیتشو داره. خب وقتی این داره میاد پایین و این میاد بالا، این باید چیکار کنه تو روابط بین الملل؟ این ابرقدرتی که در حال افوله، یک باید تمام تلاش خودش رو بکنه که افزایش قدرت از درون بده، کاری که ترامپ شروع کرد بکنه، گفت First America Make America Great Again، یعنی تمرکز بکنیم به خودمون، دوباره افزایش قدرت بدیم. دو، موازنه سازی بکنیم علیه رقیبمون و برای رقیبمون هزینه تراشی بکنیم که نذاریم اون بیاد بالا. اتفاقی که میفته این حوزه از ترامپ، شما بیا نگاه کن ببین، جنگ گمرکی که با چین شروع میکنه، جنگ تکنولوژیکی که با چین شروع میکنه، تحریم هایی که روی چین میذاره، و بعد برای روسیهی که دوباره بالقوه ممکنه قدرت بگیره بیاد بالا، ما میبینیم که بحران اوکراین رو درست میکنه براش، و همچنین برای چین ما میبینیم که تایوان رو علم میکنه، سیاستی که سالها پیش پذیرفته بود چین واحد رو، دوباره میاد تایوان علم میشه. و جمهوری اسلامی ایران، دوستان توجه داشته باشید، از این قاعده مستثنا نیست. جمهوری اسلامی ایران خیلی قبل از چین و روسیه تنها بازیگری در نظام بین الملل بود که جلوی نظم تک قطبی ایستاد به تنهایی، گفت من تو رو قبول ندارم، هژمونی تو رو قبول ندارم، و در منطقه باهاش جنگی و خیلی جاها بقا پیدا کرد و خیلی جاها پیروز شد و خیلی جاها باعث شد که آمریکا خسارات زیادی ببینه و ول کنه بره در عراق، در افغانستان، در سوریه. خب این بازیگر میتونه بالقوه یک ابرقدرت مهم منطقه‌ای، حالا نمیگیم جهانی، یک ابرقدرت مهم منطقه‌ای در نظم آینده بشه که اتحادش با دو ابرقدرت روسیه و چین تهدید بسیار بزرگی برای آمریکا خواهد بود. خب پس جمهوری اسلامی ایران هم باید براش هزینه تراشی بشود که سقوط کند. این مطلبی که رهبری بهش میگه ما در پیچ تاریخی هستیم کاملا درسته. یعنی همونطوری که اوکراین رو برای روسیه علم میکنن، تایوان رو برای چین علم میکنن، برای ما هم یه جایی رو علم خواهند کرد و ما پیچیدگی های وحشتناکتری داریم از این کشورها. چرا؟ چون ما تحریم هستیم، دائما تهدید به گزینه نظامی روی میز هستیم، رقابت مستقیم خصمانه دشمنی با اسرائیل رو روز به روز داریم، عملیات خرابکارانی داریم، عملیات تروریستی داریم، ناآرامی های 6 ماه اخیر اصلا از این قاعده مستثنا نمیشه. وقتی جان بولتون رسما میاد تو تلویزیون بی بی سی فارسی میگه ما از کردستان عراق داریم سلاح وارد میکنیم، و ما پس جمهوری آذربایجان، قاعده جمهوری آذربایجان که همزمان میبینی با این مسائل داره رشد میکنه، اوج میگیره، تهدیدات بیشتر میشه، گفتمان ها بیشتر میشه، توطئه بیشتر میشه، اون نمیدونم یهو یک پیدا میشه اونو میزنه میکشه، یهو نماینده اون کشته میشه، و هر روز میبینی که اسرائیل داره حضورش بیشتر میشه، هر روز داره اسرائیل آتشو بیشتر میکنه، سفیر انگلستان داره میاد در مرز ما میره یا با آذربایجان عکس میگیره. یعنی شما اگه بیای از یه تصویر بالاتر نگاه کنی، میبینی که قائل آذربایجان
یک قائله عادی که مثلا یه علیوفی مثلا بگیم صدامه یه جوگیر شده میخواد یه کاری بکنه نیست. بنده باور دارم که قائله آذربایجان تهدید برای جمهوری اسلامی نیست، توطئه برای جمهوری اسلامی ایرانه، یک دام برای جمهوری اسلامی ایرانه و یک خطر و یه چیزیه که شما بخوای اگه تهدیدش رو برطرف کنی تازه دچار یه گرفتاری هایی از ابعاد مختلف میشی که توش گرفتار خواهی شد. حالا اینو برای ما باز کنی خورده میگید جمهوری آذربایجان یک خطر برای ایران نیست، یک توطئه برای ایران، درسته؟ اینو برای ما باز کن تفاوتش از منظر به چه علوم سیاسی چیه؟ ببینید تهدید یه چیزیه که شما در روابط بین الملل تهدید عینی یا ذهنی دارید که مقابل شما قرار میگیرد و شما اون تهدید رو باید بری رفع کنی. حالا یا با اعمال بازدارندگی باید بری اون تهدید رو رفع کنی یا جواب بدی یا باهاش بجنگی. مثلا صدام علیه ما تهدید بود و به جنگ کشیده شد. خب توطئه در روابط بین الملل یعنی هدف این است که تو رو تحریک کنه که تو جواب بدی که گرفتار شد. مشکلی که بارها ما طول این سالها با اسرائیل و آمریکا داشتیم و جمهوری اسلامی خیلی جاها این فهمو داشته و دوچارش نشده، درگیرش نشده. خیلی از مسائلی که به ویژه اسرائیل پیشرو این قضیه اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران، حالا جلوتر بهش میپردازیم، اینه که تو رو تحریک به یک واکنشی بکنه که اون واکنش تو تازه تو رو گرفتار کنه، اون توطئه میشه. حالا این نیاز داره که بیشتر باز شه. اگه فکر میکنید بذارید نقطه خیلی اصلیه به نظرم. آره چون اینجاست که اتفاقا مخاطب هم بی طرف یا خونسا نیستش. به شکلی ما سر قضیه پس از به شکلی ترور سردار سلیمانی داشتیم که مخاطب هم میگوزش که این صبر استراتژیک تا کی و الان به نظر مخاطب میاد که درباره حال درباره آمریکا و ترامپ شما صبر استراتژیک کنید، درباره علیوفی که هیچ چیز نیست هم در این صبر استراتژیک میکنید و با این صبر استراتژیک شما دارید علیوف رو جری میکنید که حالا بره برای خودش و قدرت نمایی کنه. دو سال پیش اشتباه کردش ایران در نگاه این مخاطب. آیه خامنه ای بعد محکمتر می ایستاد، ائمه جمعه نباید می رفتن پشت سر آذربایجان و همه رفتن به خاطر اینکه جمهوری اسلامی منافع ملی نمی فهمد و فقط منافع اسلام می فهمه و روابط مسلمانی شیعه به شیعه آذربایجان رو ارجحیت داد بر ارمنستانی که متحد جدی ایران بود و اینجا یک خطا اتفاق افتاده و بعد هم ایران به خاطر مسائل داخلی خودش و بحث تحریم و غیره جرأت نداره که با یک علیوف هم در بیفته. این تصویر کلانیه که به نظر میاد که بی بی سی و اینترنشنال هم آمدانه هولش بازی میکنن با ذهن مخاطب و چنین چیزی رو تزریق میکنن که از مخاطب یارگیری کنن. خب برای توضیح این میخوام از خود شروع کنیم آقای دکتر بازرگان. خب بازیگران اصلی این حوزه آذربایجان و ارمنستان نیستن. پشت این قضیه اسرائیل حضور داره، ترکیه حضور داره، روسیه حضور داره، آمریکا، اتحادیه اروپا حضور دارن و ایران. ما اینا رو دونه دونه نقشاشون رو باید بفهمیم لب مرز خودمون، بعد تازه تصمیم بگیریم باید چیکار کنیم. پس بیایم از یه تصویر بالاتر، سطح تعمیل کلان، بیایم بازی رو نگاه. اولین کشوری که میخوام واردش هم درباره صحبت کنیم و مهمترین ترکیه است. ترکیه، من اگه اجازه بدین درود بر شما. ترکیه کشوریه که وارد این منطقه شده و بسیاری از رفتارهای علیف پشتگرمی اردوغان و ترکیه بوده. اینا همدیگر رو برادر همدیگه صدا میکنن و پوکر اتحاد استراتژیک گرفتن. خب ما باید ترکیه رو اول بفهمیم. ببینید ترکیه رو الان در نقشه ما اینجا داریم نگاه میکنیم. ترکیه به طور در سیاست خارجی خودش در دو دهه اخیر سیاست عمدش این بود که عضو اتحادیه ناتو بشه. خودشو کشت که عضو اتحادیه ناتو شه، در رسانه خودش، در صنعت خودش، در توریستی خودش، در هر کاری که بگی در قوانین خودش خودشو کشت که به خاطر اون یه مقدار از قاره بتونه عضو اتحادیه اروپا بشه و علناً عضو اتحادیه اروپا نشد و یک شکست بزرگی ترکیه اینجا خورد. همچنین شما در غرب ترکیه اگه نقشه رو نگاه کنید ببینید که در دریا یه مشکل بسیار زیادی از تنگنا داره، اونم مشکل روابطش با یونانه
در جنوب اگه شما نگاه کنید، حالا اینجا تو نقشه نیست، وقتی مدیترانه رو بیایم پایین، مصر و لیبیه. تو لیبی داره میجنگه، با مصر رابطه بسیار تیره ای سر جنگ لیبی داره. از این ور در خشکی شما بیایید نگاه کنید، سوریه و عراق که رسما در اینجا وارد جنگ شده، از ایران شکست خورده، حالا تو تصویر دیگه میتونیم بهش نشاره بدیم، الان عوضش نکنید. و یا کردها گرفتن جنوبشو، یا جمهوری اسلامی روسیه اومده جنوبشو در سوریه و عراق گرفته. در شرق خودش مرزش به ایرانه، به ارمنستانه. در شمال خودش در دریای سیاه دوباره مشکلات بسیار زیادی، رقابت‌های بسیار زیادی با روسیه داره. پس ترکیه اتفاقا به شدت، یعنی اگه مثلا میگن جمهوری اسلامی تنهاست و منزویست و نمیدونم در تنگنا قرار گرفته، ترکیه تو همین چند سال پیش به شدت در تنگنای ژئوپلیتیک قرار گرفته بود، چون تمام فکر و خیالش رو مثل خیلی از سیاست‌گذارای ما گذاشته بود رو اروپا، و وقتی شکست خوردید اوه خب چیکار کنم، اینجوری که نمیشه، پس باید از مرزهای خودم خارج شم، باید وارد مسئله عمق استراتژیک بشم. ما و ترکیه در سوریه بارها رو در روی هم قرار گرفتیم و غیر مستقیم جنگیدیم، و ما و ترکیه رسما در سوریه یک جنگ نیابتی رو تجربه کردیم و ترکیه از ما شکست خورده. از این نظر اصطلاحا بازدارندگی ایران و ترکیه کامله، یعنی فهمی که اردوغان از ایران دارد با فهمی که علیف داره کاملا متفاوته، چون اردوغان با ما جنگیده، علیف نه، علیف یه جنگ 20 روزه با ارمنستان رفته جو گرفته، اردوغان نه، اردوغان میدونه ایران چیکار میتونه بکنه، به چشش دیده 10 سال تو سوریه. خب نکته بعدی اون نقشه جاده تهران دمشق رو بیاریم لطفا. ببینید ما در جنگ با داعش و همچنین در جنگ سوریه و حضور گسترده‌ای که توسط حزب الله لبنان در لبنان داریم، وقتی پیروز جنگ میشیم ما یک جاده زمینی تهران، بغداد، دمشق، بیروت و مدیترانه رو داریم. ما همین چند سال پیش بود یکی از سرداران سپاه، حالا یادم نمیاد دقیقاً کی بود، در مرز لب مدیترانه وایساد، یه مصاحبه‌ای کرد، گفت ما به مدیترانه رسیدیم. آیا ما این کار رو برای دور زدن ترکیه کردیم؟ نه، ما دنبال منافع ملی خودمون، امنیت ملی خودمون، عمق استراتژیک، بازدارندگی مثلثی، جنگ با داعش، حضور در منطقه مرزهای اسرائیل و غیره و غیره و غیره رفتیم و پیروز شدیم. و البته که چالش‌هایی هم بسیار زیاد داریم و بسیاری از حملات اسرائیل و آمریکا در همین مرزها در همین منطقه به خاطر وجود همین جاده هست. این مسیر بزرگترین تهدید برای ترکیه است اون بالا، وقتی ما اصلا بیخبر بودیم، ما اصلا اهمیتی نمیدادیم، ما اصلا گفتیم برای تو نیومدیم، تو چرا بهت برخورده، در صورتی که اردوغان میگفت ایران هلال شیعی نمیدونم علوی ها فلان اینا رو با سما را انداختی، اونا احساس میکردن ما داریم ترکیه رو دور میزدیم. ما برای رسیدن به مدیترانه و اروپا دیگه بی نیاز بودیم به ترکیه. خیلی قبل از اینکه ما الان داریم دو ساله میگیم ترکیه داره ما رو دور میزنه، 10 سال ترکیه داره میگه ایران ما رو دور زده رفته به اروپا و مدیترانه. یعنی اینا رو ما باید بدونیم بفهمیم وقتی میخواییم تحلیل کنیم که این هرس ها کجا میاد. پس یه قسمت عمده حضور ترکیه در قفقاز و آذربایجان، علارغم توجه داشته باشید من اون مباحث بیسیک رو دارم پیشفرض قرار میدم، رسیدن به خزر و تنگه زنگزور و همه اینایی که داره صحبت میشه اینا پیشفرض من هست، من نمیگم اونا نیست، من دارم اضافه میکنم به اون مباحث. یکی از دلایل حضور ترکیه در قفقاز علاوه بر مبحث رسیدن به آذربایجان و باز کردن زنگزور و ارتش تورانی و غیره و غیره و غیره، امتیازگیری و فشار به تهران و موسکو در سوریه است. چرا؟ چون موسکو علنا اومد گفت آقای اردوغان از ادلب برو بیرون، تمامیت ارضی سوریه رو باید حفظ کنی. ترکیه گفت من کجا از ادلب برم بیرون؟ نمیخوام برم بیرون، من تازه میخوام بیام تو. خب برای اینکه بخواد از ادلب نره بیرون باید چیکار کنه؟ باید بیاد تو قفقاز، لب مرز ما و لب مرز روسیه، بگه تو اونجا به من گیر دادی، منم اینجا بهت گیر میدم، ول کن تو ول کنم. اسرائیل هم که بخواییم توضیح بدیم بهش، اگه شما حضور ایران در سوریه در مرزهای اسرائیل رو نفهمی
نمیفهمی چرا اسرائیل اومده تو آذربایجان و پاتک زده به ما. ما جنگو از مرز خودمون برداشتیم، رفتیم در مرز اسرائیل نشستیم و اسرائیل الان پاتک زده به ما و میخواد جنگ رو بیاره در مرزهای ما. یک، در کردستان عراق این کارو کرد، به شدت ما ازش ضربه خوردیم بارها، تو همین 6 ماه گذشته به مراتب دیدیم چند دفعه اتفاقاتی که افتاده. دو، در بحرین و امارات که حالا خدا رو شکر به واسطه این همین مبحث شبکه‌ای و چین و اینا تقریبا کم رنگ و بی اثر شد به خاطر روابطی که ما با عربستان گرفتیم. الان نقطه اوج تحریک و تلافیش همین جمهوری آذربایجانه. این حرف های بازرگان خیلی دقیق گوش کنید، میگه که ایران بر اساس غریزه استیت، غریزه طبیعی خودش میخواست به مدیترانه راه پیدا کنه و این در ناخودآگاه تاریخیش هم بوده. نیاز داره که از این انزوای استراتژیک در اونجا بیاد بیرون، شمال و جنوبش وصله ولی غرب رو وصل کنه، میاد در اینجا عراق و بعد سوریه و غیره. این رو ترکیه تهدید برای خودش میبینه، میبینه که در زیر پاش کوریدور خیلی مهم وصل شده، کوریدوری که حالا میتونه علوی های داخل ترکیه رو هم مسلح کنه ذهنی، یعنی به عنوان تبدیلشون کنه به نیرویی که از اینجا متاثر شن. خب اسرائیل همسایه پیدا کرده، اگر قبلا به واسطه یه بخش خیلی کوچیکی در شمال لبنان با ایران هم مرز بود یا مرز نیابتی داشت، الان این بخش عمده از سوریه و بلندی جولان مرز نیابتی ایران و اسرائیل میشه و برد موشک‌های ایران دیگه مستقیم به تل آویو و همه جا داره میرسه. برای همین اینها طبیعیه که بخوام بیان بخشی از این رو جبران کنن. حالا اگر خبر میشه مثل داستان این که ایران رفته در سوریه، بعد به واسطه یه اتفاق معجزه آسایی به اسم اوکراین، رابطه ایران و روسیه هم از یک اتحاد نسبی به یک اتحاد تمام عیار استراتژیک تبدیل شده، روسیه پایگاه‌های نظامی خودش رو در اختیار ایران گذاشته، در اختیار مال شما این پایگاه‌ها و S-300 درونش مال شما دیگه، من بازدارنده دعوای شما و روز اسرائیل نیستم، قبلا وسط وای می‌ستادم، همدیگر زیاد نزنید، ایران برو و هر کاری خواستی بکن. حالا اسرائیل هم هر از گاهی جواب میده و اینجا یک شهید، اونجا یک کشته، اینجا یک حمله، و در ایران به خاطر اینکه جنگ رسانه‌ایه فقط یک سمت قصه رو میگن، اسرائیل به دوباره به ایران در سوریه زد. خب اصلا ایران در سوریه چی کار میکرد که بخواد اسرائیل بزنه؟ ایران پس پایگاه داشته. خب ایران در سوریه اتفاق خیلی بزرگ افتاده که برای هیچ کس، حتی در دوره جنگ هم فکر کنم برای شهدای بزرگ ایران مثل همت و باکری هم قابل تصور نبود که ایران روزی پایگاه نظامی به این عظمت توی سوریه بزنه.